موافق بعدی جناب آقای حیدرپور نماینده محترم شهرزا. دو نیم بفرمایید. وقت منو گرفتی. سلام. وقت منو گرفتی. محکم تو یک سرد. ببینم چجوری دفاع. میخواین دو نفره صحبت کنین ها؟ بلطفاً صحبتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدا را شکر که برادرم آقای کریمی صحبتی که کردن در مخالفت با آقای جنتی هیچی نگفتن و موافق صحبت کردن. کار من خیلی راحت شد الحمدلله. این 3-4 جمله آخرم که گفتن، نه ریفرنسی اعلام کردن، نگفتن مال کیست که حتما مال آقای جنتی نیست و من بنابراین میرم روال از ایشون دفاع بکنم انشاءالله. من یه تشکری هم بکنم از آقای سالک، دوست و همکار اصفهانی ما که رئیس کمیسیون فرهنگی بودن، علاقه من بودن بخشی از وقت منو بگیرن، منتها حقیقتا امکان نیست که بهشون وقت بدیم و سپاسگزاری میکنم از ابراز لطف ایشون. فرصت را مختنم میشمارم، تبریک میگم خدمت آقای دکتر روحانی و دوستان کابینه که فرصتی را خداوند متعال براشون فراهم کرد که بتونن انجام وظیفه بود. یکی از مواضعی که حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها و بارها برش تاکید داشتن و به ما توصیه کردن دقت بکنید، همین موضع انتخاب وزراست. تاکیدشون همیشه این بود که کسانی رو انتخاب بکنید که ایمان داشته باشن، صالح باشن، از طبقات درد و رنج کشیده باشن، انقلابی باشن، اصل و نسب داشته باشن، سرد و گرم روزگار چشیده باشن و خلق و خوی ساده زیستی و مردانگی را در گذشته ثابت کرده باشه. همه ما هم میدونیم که انقلاب اسلامی انقلابی است که به نام دین و فرهنگ پیروز شد. نظام جمهوری اسلامی ایران شعار اصلی، شعار اسلام و فرهنگ است و مهمترین تفاوتش با دیگر نظام‌های جهانی پایبندیش به اصول و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی است. در چنین نظامی است که وزارت ارشاد اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگاهی بلند و ویژه دارد و ما به عنوان نمایندگان ملت انصافاً دغدغه داریم که یک وزیر مناسبی را برای این وزارتخونه انتخاب بکنیم. و همینجا بود که پس از این حماسه بزرگی که اتفاق افتاد، دشمن چشم دوخت و همه ما به عنوان دوستان انقلاب هم چشم دوختیم. خدا را شکر که آقای دکتر جنتی را به عنوان وزیر ارشاد برای سکنداری این پست مهم آقای دکتر روحانی انتخاب کردم و معرفی کردن به مجلس. من جا دارد اینجا از آقای دکتر حسینی وزیر پیشین هم صمیمانه سپاسگزاری بکنم که انصافاً در دوره تصدیشون هم خوب کار شد. شرایط لازم برای وزارت را دین مداری میدونیم، ولایت مداری میدونیم، پاک دستی میدونیم، سلامت اخلاقی و کارآمدی که این صفات در وجود آدم های صالح قابل جمع. و اگر خلاصه بخوام بگیم، تجربه، تخصص، فکر و اندیشه است. خود من معتقدم که آقای جنتی انسان صالحی است که حال تسلیم به حق، مقررات الهی و قانونی را داره، معتقد به صلاح و اصلاح نسل آینده است و انصافا همیشه از زمانی که ما ایشونو میشناختیم حال عنابه و بازگشت به اون چه که خدا میخواد در وجود ایشون دیدیم که این از ویژگی های صالحینه که مد نظر مقام معظم رهبری هم بود و ابلاغ کردند ما که از این گونه وزرا انتخاب بکنیم. آقای جنتی متولد 1328 توی قم بزرگ شده، شهر خون و قیام. سطح را در همه ابعاد اسلامی خونده، درس خارج خونده، در اون زمان در محضر آقای شهید بهشتی، شهید قدوسی و علمای دیگر، حضرت مرحوم آیت الله آذری قمی. و حقیقت موضوع این هست که ایشون میتونست به عنوان یکی از بزرگان دینی در صحنه انقلاب مظاهر بشه، ولی زمانی که عرصه بر مبارزین تنگ شد و ایشون هم به مبارزات پیوسته بود، راه خارج رو در پیش گرفت، لبنان رفت، فلسطین رفت و در سوریه جانانه با دوستانی که اونجا تحت ستم بودند خدمت کرد، کار کرد و نهایتا از روز پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک چهره انقلابی به کشور بازگشت و خدماتش رو تا امروز ادامه داد. بد نیست که من یک اشاره ای داشته باشم. دورانی که آقای جنتی در مدرسه حقانی درس رو شروع کردن،
همراهی داشت و شاگردی داشت و از جمله کسانی بود که جز یاران شهید حقانی، شهید بهشتی، آیت الله شهید سعیدی، شهید محمد منتظری و نهایتاً در لبنان شهید کمران و بزرگانی چون آقای هاشمی، آقای ناطق نوری که انصافاً آقای جنتی در اون دوره که در خدمت این آقایون بود حق شاگردی را نسبت به بزرگان انقلاب و اسلام به خوبی ادا کرد. اولی خاطرات که من خودم از آقای جنتی دارم زمانی است که ایشون اومدن اهواز به عنوان صدا سیمای اهواز، که این ایام یک مصادف بود با کودتای نوژه که آقای قرضی که همراه ایشون بود در لبنان اونجا روز استاندار بودن و ایشون شده بودن رئیس صدا و سیما. کار بسیار خوبی که اونجا انجام دادن در کودتای نوژه، یکی از نقاطی که بنا بود اقداماتی انجام بدهد اهواز بود و لشکر اون روز اهواز لشکر 92 که انصافاً در همراهی با آقای قرضی جانانه اونجا اون تیکه‌ای که باید کور می‌کردن و خفه می‌کردن تو اهواز خفه کرد. در صدا و سیما که ایشون اومد مستقر شد یک سال اونجا بود. صدا و سیمای اهواز اون اول جنگ و اون چند ماه قبلش خیلی مشکل داشت. دو سه تا کار بزرگ آقای جنتی انجام داد. یک کارش این بود که پاکسازی کرد اونجا رو از کمونیست‌ها، از چپ‌ها و از کسانی که اونجا مسئله داشتن. و دو شروع کرد به نیرو ساختن برای صدا و سیما که جالب اشاره بکنم بخشی از نیروهایی که تا امروز در تهران دارن خدمت میکنن نیروهایی که آقای جنتی در آبادان و اهواز گرفت پرورش داد ساختشون و تزریق کرد به صدا و سیمای تهران در دوره‌ای که به شورای صدا و سیما اومد. همین ایامی هم که جنگ شروع شد که اون چند ماه اول جنگ آقای جنتی رئیس صدا و سیما بود اهواز، جانانه همراهی داشت با دوستانی که فداکاری میکردن برای حفظ آب و خاک در خوزستان. و بعد از اینکه آقای جنتی رو خواستن که بیا تهران ملحق شد به صدا و سیمای تهران در شورای سیاست گذاری رفت، قانونی رو اون روز نوشتن اگر ما امروز یه صدا و سیمای جانانی داریم و یه دانشگاهی است به تعبیری که حضرت امام به کار بردن و مقام معظم رهبری هم از صدا و سیما راضیان، مدیون اون قانونی است که اون روز ایشون و خود آقای دکتر روحانی که آقای جنتی از طرف قوه قضاییه اون روز آقای شهید بهشتی معرفیشون کرده بود و آقای دکتر روحانی به عنوان نماینده مجلس اون شورا بودن. اگر ما امروز صدا و سیمای خوبی داریم مرهون اون قانونی است که اون روز نوشتن که مقررات حاکم بر صدا و سیما را تدوین کرد. همینجا من یه جمله دیگری اشاره بکنم. بعد از اینکه ایشون از شورای صدا و سیما رفتن مدن اهواز استاندار شدن. دقیقاً در اوج دوران دفاع مقدس آقای جنتی، من شهادت میدم ما اون سال در دفاع مقدس اهواز بودیم، انصافاً نقش خودش به عنوان یک رزمنده تمام قد و پاکار در دوران دفاع مقدس ایفا کرد در جبهه خوزستان که به عنوان استاندار بود و علاوه بر پست سیاسی پست دفاعیش هم به خوبی انجام داد. یکی دیگر از ویژگی هایی که آقای جنتی دارد کارآمدیش. آقای جنتی در تمام مشاغلی که بود و در تمام جایی که خدمت کرد کارآمدی خودش را تمام قد و تمام و کمال ثابت کرد و نشون داد. شورای صدا و سیما را اشاره کردم برادون، هم اهواز که بودیم هم تهران که اومد. اشاره بکنم که ایشون وقتی که اومد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3 سالی 4 سالی معاون بودن اونجا، 5-6 سالی مسئولیت تحقیق، تفحص، تو امر کتاب و نشریات فعال بودم اونجا و یه دوره همیشه اومدن در سازمان فرهنگ اسلامی که قائم مقام سازمان بودن و نهایتا مسئولیت کمیته فرهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر عهده ایشون بود. ما همه جا آقای جنتی رو رصد میکردیم، به هر حال علاقه که نسبت به ایشون داشتیم و خاندان ایشون داشتیم و بزرگی هایی که آقای جنتی داشت. در تمام این پست‌هایی که داشت للهن وظیفه خودش رو به گونه‌ای انجام داد که از ایشون شخصیتی ساخت که امروز میتونه به خوبی سکاندار پست مهمی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه. یک نکته دیگری من اشاره بکنم که آقای جنتی انصافاً شهید زنده است برای ما. ایشون عرض کردم که زمانی که رئیس صدا و سیمای اهواز بود یک روز من خودم اونجا شاهد بودم بمباران اونجا انجام گرفت، رژیم صدام انجام داد. آقای جنتی زخمی، خاک‌آلود، خون‌آلود، با چه شور و با چه حالی بازم اومده بود میگفت اتفاقی که نیفتاده که ما امکانات رو بردیم یه جای در یه زیرزمینی صدا و سیمای اهواز با قوت کارش انجام داد.
این حالا اضافه بکنید به سابقه ای که شما از لبنان داشت. یک روز آقای مهندس قرضی تعریف میکرد از وضعیت‌هایشون و دوستانی که همراهشون در لبنان بودن، حال شهادت طلبیشون مثال زدنی است. ما بنازیم به خودمون و ببالیم به خودمون که آقای جنتی شهید زنده است، امروز میاد میشه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. و من بازم خوشحالم که برادرم آقای کریمی در مخالفت با ایشون هیچ صحبت نکردن و در واقع فرمایش که ایشون کردن تایید ایشون بود، و امیدواریم که ایشون بتواند این حال ساده زیستی، حال شهادت طلبی و حال انقلابیش را تمام و کمال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انشالله به منصه ظهور برسونه. های دکتر هیدرپور، تمام وقت استفاده میکنین؟ بله استفاده میکنم. حالا 3 دقیقه شو میدم به آقای دکتر دستیب چون بهش قول دادم. برنامه مداری و قانون مداری برجستگی دیگر آقای جنتی است. برنامه هایی که ایشون داده ببینید، انصافا یک برنامه دقیق و مدون منطبق بر برنامه 5 ساله 5 ایشون تهیه کرد. تازه ما ایشون رو میشناسیم دقیقاً. ایشون اهل مباحثه است، اهل حوزه است، فقه را میشناسه، دین را کامل میشناسه و میدونه که کجا باید مثلا اختلافات رو به چه گونه حل بکنند، کجا باید کنار بیان و مسائلی که منطبق بر اسلام باشه. من چون حقیقتا نمیدونم و نمیتونم اظهار نظر در شخصیت علمی ایشون بکنم، ولی میتونم به طور خلاصه بگم که ایشون برای ما یکی از آیات و ما ایشون آیت الله هم میدونیم و میشناسیم و میشناختیم. این دیگه حوزه تخصصی من نیست، نمیتونم. اگر میگیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایشون فرهنگ رو خوب میشناسه و اسلام هم به عنوان یک درس خونده حوزه علمی قم کاملا با زیر و بمش، با بالا و پایین اسلام آشناست و میتونه به وظیفه خودش اونجا عمل بکنه. و در برنامه داری برنامه مداری و برنامه‌ای که تهیه کردن اشاره بکنم، ما الان خب 3-4 دوره است که داریم رأی میدیم، کمتر وزیری را دیدیم که در گذشته این وزارتخانه چنین برنامه جامعی داشته باشد که مرکز محوری را کنار گذاشته باشد، نگاهش نگاه جهانی باشه، عدالت فرهنگی را بهش معتقد باشه، تقویت نهادهای صنفی را بهش معتقد باشه و بخواد عمل بکنه و ارتقای منزلت اجتماعی اهل فرهنگ و اهل اسلام را در نظرش داشته باشد و رونق اقتصادی فرهنگ و هنر را در دستور کار داشته باشد. آقای دکتر هیدرپور، اگر من چون به آقای دکتر دستخیب قول داده بودم 3 دقیقه از وقت متعلق به ایشون است، ایشون برنامه را انشاءالله ادامه بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای دستخیب، آمده محترم شیراز. خیلی متشکرم.